Chirurg. بچه ها این توب برای شماست؟ بله. خیلی خوب، وایسید الان میام. بس رفیقات کو؟ آقا ببخشید غلط کردم، دیگه اینجا بازی نمی کنیم. نه جون من، بیا بازی بکن. زدی شیشه خونه منو شکوندی، سر منم شکوندی. منم این توپو الان اینجا پاره می کنم که دیگه از این غلط ها نکنی. حالا برو بازی کن. آدم وقتی تنهاست هیچکی نیست کمکش بکنه، اما وقتی تنها نباشه یکی دیجش باشه هم کاراشو کمک میکنه، هم اگه مریض شه به فریادش میرسه. همه اتفاقا از تنهایی. چی واسه خود داری برور میکنی اطراف خانوم؟ تب داری؟ بابا همسایه‌مونو دارم میگم، دیروز زنده بود، امروز صبح که اومدم بیام اینجا دیدم پرچم مشکی زده، نگاه کردم گفتم چی شده، گفتن مرده. آخه به تو چه؟ با نشستی؟ آقای فتی شما هم تنها زندگی نکنم. من دارم میرم، دیرم شدش. آقای فتی فرض کنین خدای نکرده اتفاق پاتون به پاتون گرفت، خوردین زمین پاتون شکست، خب باید اکرم باشه که مراقبتون باشه، زنگ بزنه به دکتر. منظور؟ منظور این که تنها نباشه. لازم نکردی نگران من باشی، برو به کارت برس. آقای فتی میدونین شما چند وقتی یک قرون کف دست من پول نذاشتین؟ خب که چی؟ خب دستم خالیه. بس مشکلی چیه؟ مشکلی اینه که شب عید مهمون دارم خرید، دارم میوه میخوام، به خدا دستم خالیه. بابا دست منم خالیه، دست همه خالیه. ولم کن، دیرم شد. ببین اگه الان به من پول ندی نمیذارم بری، میفته بعد تعطیلیا، بعد عید، سال دیگه. بگیر ببینم. شادی. یه دونه. کافیه؟ بیا بابا. این چیه؟ میگی بابا پول بده، تو رو خدا پول بده. سمجی سمج. همین بابا ندارم، بابا ندارم. بعد کاری میکنم پولاتو پس انداز میکنم برات، یه دفعه پولو قلم بهت میدم. آقا من نخوام کسی پول منو پس انداز کنه، به کی باید بگم؟ یک سوم بقیه داری بهم حقوق میدی، اونم چند ماه یه بار. بی خود شلوغش نکن، انگار چیکار میکنه؟ هفته یه روز میای یه جارو میذاری یه ظرف میشوری، انگار آپولا داری میفسه هوا. اگه تو انقدر دستت خالیه پس این گاف صندوقت چیه؟ داره پول میترکه. بی ادب صد تو فکر پایین. اولا به تو ربطی نداره، دوما به تو هیچ مربوط نیست، سوم این خونه دوربین مدار بسته داره. منظور یعنی به وقتش حقوق میگیری؟ ناراضی هم فردا نیاد، ده بارم بهت میگم از اینجا میای بیرون، میری تو این در لعنتی و ای خدا. آقا فتی سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام آقا. چه دیر کردی؟ ببخشید دیر شد. مامان چه؟ شب منتظر بودم چه نیومدی؟ بچه‌م مریض شد آقا، شرمنده خدمتتون رسیدم. بدونم ببینم. دلار قیمتش یه ذره اومده پایین آقا. چقدر اومده پایین؟ 5 دلار اومده پایین، بعد خراب شد. حالا اینا باشه، اینا رو من ذهاب می‌کنم بعدم. بعد بیا موازی کارت دارم. آقا بابا. ماما چا. اوه موازی چقدر سرده. برا؟ بله آقا. اون میز چهار نفر رو فروختم و بذار بیرون میام میبرن. چشم. خیلی سرده.
به 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 سلام 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 صبح بخیر خاندایی عزیزم. لعنت بر شیطان اول صبحی چی میخوای؟ مسخره. هیچی قربونت برم آدم شکل ماهتو ببینم. چطوری برام؟ به لطف خدا خوبی. نلش کن بذار به کارش برسیم. بیا ببین برای چی آوردم. بیا کتاب داستان قصه های کودکانه برای بچه هاست. بچه ها ببینن حتما خوشحال میشن. تو چرا انقدر دستات یخ کرده؟ بیا اینجا ببینم. مگه تو سیبری بودی انقدر دستات یخ زده؟ بیا بشین خودتو گرم کن. بشین یا اینو بده بابا گرم کن خودتو. مگه ارث باباتو داری حراج میکنی؟ بزن اینجا بابا. دایی به خدا اون بیرون از اینجا گرمتره. اگه بیرون گرمه بس برو بیرون گرم شو. برو بزن بابا کارمون برسیم. برو کارت برس بابا. چشم من همینجا در جوار شما میشینم کنار میزت گرمتره. واقعا که خرمگزی مرکی. وز وز کنم واسهت. آخه تو جز ویز ویز و مزاحمت به یه کاری دیگه کردی مسخره. وز بس کن دیگه تمامش کن رفتی رو اعصاب من. اسیر این اخلاق خوشتم خانده ای. تو چی میخوای جون من؟ هیچی من اومدم حال شما رو بپرسم و بهرام همین. خیلی که حالی که پرسیدی حالا بود نکه برو بزن ما دوزار کار کنیم بابا. خانده ای خانده ای زهر ما خانده ای دنبال کارت بابا. خانده ای آی فتی. بله. این چه کینه شما از من داری؟ برای که تو خواهر منو کشتی. قدمت شوم بوده. تو شومی. اینو بفهم. حالا هم شب عیدی به جون همون مادرت برو بزن ما دوزار کار نمی کنیم بابا. برام جان تو بگو تقصیر من چیه که خواهر عزیز ایشون سر زاییدن من به رحمت خدا رفته؟ ها؟ دایی جون من میدونم تو که شما تو هیچی نمیدونی جز بی فرهنگی و بی ادبی و بی کلاسی. من عزیزترین یادگار خواهرتم. نه؟ نه چیه؟ پول میخوای؟ ندارم. داشته باشم بهت نمیدم. به این شوفلی هم یک قرون نمیدم. اینو بفهم. کی از شما پول خواست دایی جون؟ اصلا کی حرف پول زد؟ من خودم اینها هم کار دارم هم پول در میارم هم خانومم کار میکنه. این آشش بفرمایید. جی کتاب کودکان اردک باهوش. خسته نباشی 500 صفحه هم که نمیشی. برو جمعش کن بابا. خودت هنوز کودکی. هیچی نداشی رفی زن گرفی. خاک تو اون سرت کنم. من نیاز خودم و زنم رو در میارم. تو دو زرم نمیتونی در بیاری. شما چرا عروسی من نیومدی خانده ای؟ چون دوست نداشتم برات کادویی بگیرم. کی از شما کادو خواست قربونت برم؟ همین که خودت تشریف می آوردی برای من و شوهر کادو بود کافی بود. آره جون خودت تو گفتی منم باور کردم. بیچاره تو هیچی نداشتی آس باز بودی رفی زن گرفی. من عاشقانه ازدواج کردم. آره تو میدونی عشق یعنی چی. بکری هر شب چلو عشق میخوری و با خروش کتاب. آره خاک تو اون سر اون زنت بکنم که گول اون چهار زبونی های تو رو خورد و زنت شد. اگه زن یه دونه کارتون خوابم میشد وضع مالیش بهتر از تو بود. من و شهره با هم خیلی خوشحالیم. اینو متوجه بشید. من نفهمم. من نمیفهمم. جسارت نکردم دایی. تو اصلا چرا نمیری به کارت برسی؟ بابا من اومدم عیدو به شما شاد باش بگم برم. خیلی خوش شاد باش گفتی. شاد شدیم مطرون شدیم شنگول شدیم. حالا برو گفتیم بله کارت بابا. مسخره حساب کتاب من به هم خورد. دایی ببخشید تو رو خدا همین یه دونه دیگه میرم. این آخرین باره. من و شهره یه مهمونی خودمونی گرفتیم واسه تحویل سال. خب به من چه؟ شما دعوتی دیگه. من نمیام. من از شما خواهش میکنم یه بزرگواری بکنی منت به ما بذاری به جای پدر مادر نداشته من به عنوان دایی بزرگتر من. اینم آدرسش. مردی کن به من منت بذار. بیا و با اومدنت به من اعتبار بده مرد. چیه؟ بیام به عروس خانوم هم کادوی عروسی بدم هم عیدی یه جاره؟ کادو چیه؟ من کادو نمیخوام. همین که بیای برای من شهره کافیه. شما چشم مایی منم چشمراتم. بیا یا برام جون سالانت پیشا پیش مبارک. خدافظ. آسارم چایی نمیخوره مگه؟ چرا کوف میخوره؟ یعنی شکن بذار بره بابا. فکر کرده من پا میذارم تو مهمونی مزخرفش. من اگه یه روزی پا بذارم تو مهمونی دیگه فتی نیستم. زالزالکم. آیسی بیرم تو چه نرفتی سلمونی؟ پول نداشتم آقا. باز نظر دیگه بیشتر از این بشه. اون در مغازه هم ببن. مصرف سوختم رفت بالا. آقا
آفتی یه تومن میدی شبه اینجا میخوام بس بچه ها خرید کنم حاجی میشه نصب خالیه چهار پنج سال ما بیش شما کار میکنیم یه بار بگفتیم پول بده ما بگی دستم خالیه بعد کاری میکنم پولاتو برات پس انداز میکنم بعد قلم به پول میگیری برای شکن زن و بچه من که ببخشید پس انداز جواب نمیده میره تو جای امنه از هرچی مؤسسه از امتره آقای فتحی شبهیدیه دشتی با ما بگیر پیشستم با ما بگیر ندارم سلام علیکم سلام قربان بفرمایید بیا برو من پونسن هم بگیر تو برد تو من بدم چی کنم آقا سلام عرض کردم فتحی هستم حالتون چطوره خیلی خوش اومدی بفرمایید خواهش میکنم صفا آوردی خواهش بفرمایید بفرمایید جناب چای یا کافی چی میل دارید چای برام بله دو تا چای برام چشم بفرمایید خواهش می‌کنم خوش اومدید اتفاقا جای خوبی اومدید سکه از عتیق زیر خاکی رو خاکی همه چی هست همه نوع ارز ما اینجا چنج میکنیم البته با قیمت مناسب اگه شما خریدار باشی سکه ایرانی خارجی همه چی ردیفی البته ما اینجا خلاف نمی کنیم این مغازه مجوز داره بفرمایید در خدمتم آقای زغالچی نیستن؟ بله بله آقای فریدون زغالچی شریک بنده بودن بودن؟ بله بودن خدا بیامرزه یه چند سال پیش فوت کردن اونم که میلی اسمشو سردر بوده بر نداشتم گفتم حالا هم بختمونو میگیره هم که یه پول مفتی باید بدیم و برده گفتیم اصلا عبد و زمجیری بمونه احسن احسن به این میگن فداکاری وظیفه بود نه خیر قربان وظیفه که نمیشه گفت راه‌های دیگه‌ای هم برای خرج کردن پول هست مثلا کارای امور خیریه شما درباره فرهنگ چیزی می‌دونی متوجه حرفتون نمیشم برام بله آقا آقا چای نمی‌خورن یه دونه بیا چشم آقا شما برای چی اومدی وقت منو گرفتی چی برای عرضه داری من برای امر خیر خدمتتون رسیدم برام بله آقا تو دختر در وقت داری؟ آقا نداره شاید متوجه حرف من نشدید ببینید حقیقت اینه که ما از شما خیرین کمک میخوایم که به خانواده ها کمک کنیم بگو که گدایی میکنیم مردم رو سرکیسه میکنیم میدی به یه آدم مفخوری مثل خودت نه 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 من و همکارانم اصلا از گدایی خوشمون نمیاد ببینم چی گفته من آدم خری هستم خر نه خیر همونی که گفتی حالا خب بذارید من خدمت رو عرض کنم ما از شما خیرین کمک میخوایم که شغل ایجاد کنیم ببینم از کی تالا گدایی شده شغل شریف شاید من نمیتونم درست بیان کنم ببینید قربان ما از شما خیرین کمک میگیریم کارگاه‌های کوچیک درست میکنیم مثلا دار قالی یا مثلا چرخ خیاطی امثال اینا رو میذاریم تو خونه ها اونا کار میکنن و همینطور الان که دیگه میدونید عیده ما باید هدایایی بدیم به این بندگون خدا چقدر بنویسم قربان؟ اگر پول نقدی نیست دستگاه پوز هست اسمت چی بود؟ اسمم کارت شناسایی بنده اینم کارت ویزیتم نوروزی مرد حسابی من تو این مغازه مالیات میدم میفهمی؟ مالیات بله امر خیر و درستیه بس اگه کار درستیه بنده مرض دارم که بقیه پولمو که با عرق جبین و کت یمین و با خون دل و با اعصاب ریزید شده من که در بیارم بدم به توی مفخور که با گفته خودت چرخیاتی بقری پچ بقری قالی ببافی یا برو بابا خودم منظور منو متوجه فهمیدم برو اینقدر خوردی که نمیتونی حرف بزنی با این شکم گنده است که ببرن پنش گونی برنج با چارت باغ بیاد بیرون تو چته؟ چرا آبونه گرفتی؟ اجابه داره بد میسوزم منم دارم بد میسوزم از کجا بیارم؟ همه میخواد یه جوری منو بچاپن بفرما چی میخواد بده؟ این آب این برق این گاز این تلفن این مالیات دارایی این کار خیر من چی بخورم؟ آلسکا یخی؟ این چی؟ چکه که ماده امروزه که
برام حالا آقا بودو این چک برو امروز بود برو بخوام رو به حساب اگره یه روز سود عقبم بودو اگه این موقع قبول نکن خواهش کن ارتباط کن بودو فایل چک کردی خود حالا آقا آفتی خواهش دارم از ازتون آقا ای بابا تو که حقوق این با تو پیش پیش گرفتی دیگه چه برگته آقا واقعیتش یه خواهش دیگه دارم منو اگه میشه فردا رو من مرخصی بینم چرا؟ راستش میخواییم با عیال بریم یه ذره خرت و پرت بخریم و یکی دو دست لباس برای بچه آقا از بیا اینجا درشون گل بگیر دیگه از چی اینجا با علافی؟ بریم پیکارمون ای بابا تو باغ هستی یا نه؟ فردا چندومه؟ 29 اسفند آقا مردم دلار نمیخوان یورو نمیخوان نمیخوان برم مسافرن برو ولی حقوق فروردین دو روز کم میشه آه خدا خیر از خیلی خب برو فقط روز چهارم فروردین اول صبح تن لشت اینجاست چشم آقا حتما برو گم شو خدا حافظ آقا اون موهات هم میزنی ها این جنگلی ها شدی چشم آقا چشم دلار یورولی درهم پوند دلار یورو چی بیا ببینم جونم آقا جانم بابا آخر سال نمیخوای بیا حساب کتاب کنی شما بفرمایید آقا چرا بده من ببینم چقدره بفرمایید چش بده من بفرما آقا سلام آقا ببخشید یه تومن میدی من شبهت میخوام برم خرید برای بچه‌ها اگه میشه الان دستم خالیه فردا صبح بیا مغازه چون بهرام نیستش لاغر اونجا پیش من باشه بعدم برات کارت به کارت میکنم خیالم راحت باشه آقا خیال راحت باشه باشه آقا یه ببینم جونم آقا آقا فراموش کردم ببخشید خداحافظ یه ببینم تازه است دست درد بخواه اتوبوس Thank you.
چی هستی؟ بیا ادب مزاحم. تو مانیتور من چیکار میکنی؟ خوبی؟ تو اصلا چرا خودتو شبیه چریکم معروف فری کرده بودی؟ خب کودن من خودم فریم فری زغال چی؟ وای چقدر دلم برای تنگ شد. میخوام باهات صحبت کنم. بنام اینجا نمیشه که من پول ندارم، من باج نمیدم. خیلی خوب، میخوای بزن یه کانال دیگه؟ بزن کانال HDMI، کیفیت هم بهتره، 4K. گم شو مردی که عوضی. چی بود یعنی؟ ناصر فتی دوز دوز سکته نزنی بابا. چی میخواد تو خونه من؟ برو بیرون. من فری گفتم برو بیرون، اگر چلیک میکنم. فری زغالچی بابا، دیوونه منم. حتی گفت دادن شریکم فری زغالچی، من خودم دادم چالش کردم. آره باید، چجوری مردم؟ برو بیرون چلیک میکنم. بابا عدوم رد شده، منو کشتی، دوباره زنده کردی منو. میشی میخوام از دو کلم حرف بزنم؟ اون مسخره همه زو کنار میریم بابا. یه بار منو کشتی چال کردی یاده؟ من پول ندارم، اینا امانت ماله مردم. اولای بر خودت هیچ باز دارید بیاری رو حسار من. بهت گفتم منو چار کردی، من مردم، گلت جان کردی منو. خب بابا ببین من وقت ندارم،
من الان روی سرگردانم دارم زجر میکشم. نمیبینی اینا؟ تو که نمیبینی اینا الان من آوردن اینجا تو رو نصیحت کنم. میخوام به تو هشدار بدم که درست زندگی کنی. پس دو دقیقه به حرفای من گوش کن. یادت یه روز تو مغازه نشسته بودی؟ بعد از زار یه خانومه اومد. حرف مف نزن. بعد از زار قبل از زار اومد. اون خاطره یه چیز دیگه است. بابا یه خانومه اومد تو مغازه خرید کنه. منو نفرین کرد. یادت نفرینم کرد؟ خیلی من هیچ وقت نفهمیدم تو چرا رفتی سر اون چهارمایه که اون اتفاق افتاد. اصلا هم نفهمیدم چی میخواستی برداری. آره یادته؟ نمیدونم، خودم یادم نیست چی میخواستم بردارم. این آمد تو اون شب ولی به اورژانس زنگ نزد. چرا؟ من زنگ زدم ولی دیر شده بود. تو دیگه ضربه مغزی شده بودی، فوت کرده. نه بیمرفت، دکتر کی تشخیص داد من ضربه مغزی شدم؟ تو کم لطفی کردی، تو بیوفایی کردی، گذاشتی من راحت بمیرم. حال کردی، خوشحالم بودی. آره تو اصلا فریز اغال چی نیستی میشه؟ خود شبیه اون کرده، همش مال شام زیادیه که من خوردم. مقصرم این اکرمی که غذای کربوتین درست بود. باشه برو پی کارت بابا. من یعنی اثرات چربی تو بدن تو هم یا باد باقالی های تو بدن تو هم؟ تو مگه خودت نبودی که منو چال کردی؟ با همین دستای کثیفت منو چال کردی، یادته؟ از تو انگشتم هم انگشتر الماسم ها در آوردی. با همین دستای کثافتت، با همین دستات بیبری یه چیزایی میخوام بهت نشون بدم. پاشو دیدی؟ یادت اومد؟ آره یادم اومد. تو مردنت هم درد سره. بابا فری تو دیگه فوت کردی، دیگه راحت شدی، چی میخواد جون ما؟ مردم ولی الان یه روح سرگردونم، یه روح بلا تکلیف بدبخت، یه روح آویزونم. چرا نمیفهمی؟ دارم عذاب میکشم. چه؟ اون زنی یادته؟ اون زن و خیلی از زنهای دیگر رو من شوهراشون انداختم زندان، شکنجهشون کردم، به خاک سیاه نشوندمشون. تو این کارا رو کردی؟ خب به من چه؟ من چی کار کنم؟ خاک دوسترت، من این همه را اومدم که تو رو نصیحت کنم، که به تو هشدار بدم این کارا رو نکنی. به من چه؟ بدبخت نکن این کارا. فتحی تابان کاراتو پس میدی. فتحی بفهم. بریم، این نمیفهمه. فری نرو. فری یه دقیقه وایسا. وایسا. نمیدونی آقا جرگی کرده به پا. نگاه کن، خدا ازت نگذره فری. تمام سرم قلوم قلوم بشد. خب چی بدبخت، مردی؟ نه مردم، ولی نزدیک بود بمیرم دیگه. ولی حتما یه روزی میمیری، مگه اینکه آدم شیو به خودت بیاری. من آدم با فرنگی هستم، من اصلا نزول ندادم، اصلا از نزول خوشم نمیاد. به تو هم گفتم این کارو نکن ولی کردی، حالا باید چوبشو بخوری. تو که هر کاری من کردم اون کردی. من مال مردم خور نیستم. تو هم مال مردم خوری. من خیر. آره آره منم مال مردم خورم، هممون مال مردم خوریم، من و تو. آره این حالا شد یه چیزی. ولی تو از من جلوتری. من این فرصت رو ندارم. من دنبال یه فرصتم، فقط یه هفته، دو روز،
یک ساعت فقط به من فرصت بدن برگردم این ننگ و این کثافتی که وجود من و روح من گرفته رو پاک کنم. من دارم عذاب میکشم. من اون فرصت رو ندارم. ولی بدبخت ابله، تو این فرصت رو داری. بعد یه چیزایی نشونت بدم. چیه میخوای نشون بدی؟ بریم بیرون یه خبرایی از بعد ببینی. من از دارم اون در رو بازم. چی میخوای نشونم بدی؟ بیا کجا بیا؟ چی میگنی؟ اینا رو ببینی؟ منتظر منن، من باید برم. این آتیشا رو میخوان تو کمرم فرو کنن. نمیدونم زغال میخوان از من یا اینکه برم تو این دیگ. در صورت من باید برم، من باید برم عذاب بکشم. خیلی خب برو به سلامت، ولی خواهشن دیگه بر نگرد. اینا هم بگو برم. باشه، من دیگه بر نمیگردم. ولی امشب سه نفر میان سراغ. چیا میان سراغ من؟ روح عید سالهای گذشته، روح عید امسال و روح عید سالهای آینده. خب بیان، من که بهشون بده کار نیستم. آره، ولی به حرفاشون گوش کن، به نفع جفتمونه. به حرفاشون گوش کن، جفتمون گناهکاریم، داریم عذاب بکشیم. به من کمک میکنی، حداقل از عذاب من کم کن. تمام اسم اون بدبختایی که مالشون رو خوردم اون تو دفتر نوشته. برو پول همشون رو بده، بذار از عذاب من کم بشه. باشه؟ این کار بکن، خیرات بده. هرچی پول داشتم، پولای خودم ها، نه پولای تو. خب؟ پولای اون املاکی که تو بالا کشیدی، فهمیدی؟ اون پولا مال من بود. همه اون پولا رو بده به اون بدبختا. از عذاب من کرده، باشه؟ من باید برم. بری وایسه ببینم. ما قبل از مردنت حسابامون رو صفر کردیم. بده کار نیستن به تو، مگه پول مفته که بدم قرضاتو با تو هم فری وایسا. من هم چی پولایی بهت نمیدم. ابرو به خودم سر تو خورو کن. یکی احمق دوست، تو چجوری اومدی تو خونه من؟ آدار؟ کدوم در؟ همون در، همون در که همیشه نیمه بازه؟ کدوم در؟ همون در که بازه، که خورشید داره از پشتش میتابه. نمیخوای یا نمیتونی ببینیش؟ چی داری میگی تو؟ میگم چجوری اومدی تو خونه من؟ وگرنه از این بالا پرتت میکنم با این لیل عورده بشی. یا فردی جون، پرتم نکن، میمیرم و دردم میاد و حیف میشم و میخوای خودم معرفی کنم؟ خب بنال. باشه، معرفی میکنم. مگه زغارچی نهیم از زغارت؟ چجوری فهمیدی که من چی خواب دیدم؟ نگو من اشمت میام به دیدنه. تو روحی؟ باره؟ تو با این ریخت قیافه مسخرت روحی؟ اولا توهین نکن، مسخره نیستم، منم جذابم، مود روزم، خیلی خوشگرم. خر خودتی، دزد احمق. دزد خودتی خر. من خیرم. چی داری بگی تو؟ یعنی چی؟ کافیه، بی ادب، بسه. چجوری مدی تو خونه من؟ راحت شدم، حرکاتم خیلی مضمون بود، جذاب بود، مثل خودم. نزنو میگم. ببین عزیز من روح عیدای گذشته‌ام. حالا ببینیم.
کجا بریم؟ بریم دیگه. من نمیام. بیا بریم. خیلی خوب، بس من لباسامو عوض کنم، اینجوری خیلی زشته. پیجامه پوشیدم، بی فرگی، بی ادبی. یا بابا پیجما من بیا. سب کن ببینم. بیا دیگه. ببین اینجا خونه بچگی تو، آوردم اینجا. من نمیام. بیا اینجا بابا. مثل که یادت رفته ما برگشی به 45 سال قبل. ببین اگه 1000 سال پیشم برگردی من توی خونه نمیام. میذارم از این خونه، میفری؟ مطمئنی؟ آره. همینجا میخوام بمونی؟ بمون، ولی یادت باشه اینجا پر از بیابونه ها، همه بیابوناش هم سگای آدم پاره کن داره، گرگای آدم خوار داره، شغار داره، خودت میدونی اونا. ببین اگه اینجا گرگای بیابون داره من گرگ بازارم، میفهمی؟ گرگ بازار. بچه نترسون. باشه، تو میدونی اون سگای بیابون، من رفتم. ببین آره آره چی؟ میخواستم بگم چرا از سوق آن رد شدی؟ در بازه. باز بود؟ حالا ببین ادب دفعه دیگه آره. از سوق در رد شد. خب مشکلی خونه بچگی، این درخت رو پدرم کاشته. آره باره باره اینجا همش این خوار این فرشته فرشته. شناختی؟ آره بابا، لباس عید نداشتیم، جلوی بچه ها خجالت میکشیدیم. چرا؟ گریه نکن نداشی، دست خودم نیست که بچه های کجا میدونن ما آن بابا نداریم، برای این کودکم میزن. فرشته خواهی، دلم برات خیلی سنگ شده. گریه نکن داداشی، اگر گریه کنی منم گریه میکنم. نمیدونی چقدر دلم برای اون گریه ها سنگ شده. پا چی شده؟ این چیزی نیست، کفشم از پام در میاد، اصلا همون سردم میشه. مگه روز بلا میشم برات کفش بنامشه گرم میخرم خلا دیا خلا دیا. نیازی به گل نیست فرشته، من برات خریدم کفش بنامش خریدم، ولی بود از اون دیگه شده بود تو رفتی. بزاری با رفتی حالت گل کفش بنامشه. لعنتی مزخرف میگی؟ واقعیته. ببین فتی جون، خودت هم میدونی خواهرت از اولش هم نحیف و رنجور و ضعیف بود. چی بشه؟ دکتر خودش چی بهش گفته بود؟ دکتر گفت اینقدر ضعیفه نمیتونی بچه دار بشی، ولی فرشته عاشق بچه بود. خب شوهرش هم بچه دوست داشت. فرشته نمیخواست کارش به طلاق بکشه، ولی این شوهر گذابش اصرار کردش. خیلی احمق بود، حتی از تو احمق تر. من مونم جا خواست بابا. حالا بگو ببینم این وسط گناه سهراب بیچاره چی؟ بگو 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 بگو. گناه سهراب اینه که بدون هیچی زن گرفت که منو بتیره. سهراب عاشق توه. اون عاشق مال منالمه. نه اینطوری نی بهت ثابت میشه، اما ثابت کردن این موضوع کار من نیستش. زهره وقتی نامزدیشو به من بهم زد خوب. فقط فرشته بود که منو درک کرد. کم کم اوضاع منم رو به راه میشه، میتونم یه زندگی آروم و آبرومند داشته باشم. آبرومند؟ من یه شغل خوب دارم. پادوی حاجی عبدالله؟ پادوی چیه؟ حسابدارشم. میخوام دانشگاه هم برم، کم کم پیشرفت میکنم. خب منم میخوام برم دانشگاه. خب من اینجا دانشگاه خوب نداره. وای فیل کن، دانشگاه اینجا ارزونیه. تو ما نامزدیم زهره، اصلا میتونیم نباشیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه نگاه به سر و وضع خودتو من بنداز. همین لباساتو ببین، من نمیدونم چیه تو به من میاد. زهره این درسته؟ من دارم میرم خارج درس بخونم. خیلی ببخشیدا، ولی با پسر دوست و پدرم قرار ازدواج گذاشتم، باش میرم لندن. برای تو هم آرزوی خوشبختی دارم و یکی که در حد و قوارت باشه به خودتو سر و وضعت بیاد. خدا نگهدار، بی امید دیدار.
بد شد. آره خیلی بد شد. پدر مادرم تو زلزله از بین رفتن، زورم که اینجوری منو ترک کرد. من موندم و فرشه تک تنها و بیکس. همه چی دیگه واسه من وقته شده بود. گفتم هر طوری شده باید ثروتمند بشم، باید پولدار بشم. من و فریزه آلچیه شروع کردیم، بقیهشم که خودتون میدونی. بهره کشی از مردم و بیفرهنگی. داشتم اینه فتی جون، تو خیلی چرک شدی، باید تمیز بشی، باید پاک بشی. من تمیزت میکنم، باش ببری، باش بری دیگه. بجون شب چه خبره؟ خبه به من گیر ندم. بابا دوباره اومدی دنبال کارهای خیر؟ بابا من پول ندارم، آسپاسم. من به پول تو چه کار دارم؟ راستی ببینم این خونه پر از دوربینای مدار بسته است، تو چجوری بدونی کلید اومدی این تو؟ در باز بود. آره ای خدا لعنتت کنه اکرم، باز در باز گذاشتی. گذشته تو دیدی؟ نه. شاید بهتر بود میدیدی با خواهرزاده عزیزت چه کار کردی، ولش کردی به امون خدا. شایدم بهتر بود بیدیدی با بهرام چه کار کردی، وقتی اومد باهات قرار داد بنویسه کمترین حقوقو نوشتی، اونم ناچار بود امضا کرد. تو نصف شبی بلند شدی بدون اجازه من اومدی توی خونه، بعد پرت و پلا میگی؟ اصلا به تو چه؟ آره به من ربطی نداره. مقصر اصلی حاجی فیروز بود، وقتی نامزاد ترکت کرد او دلش به حال تو سوخت. ببین یا از خونه من میره بیرون وگرنه با این دلول میزنم تو موقع که پخش بلا بشه. منو نشناختی؟ چرا دیگه بابا، آقای نوروزی هم آدم خیر پررو گدا پرور. یه بار بیرون ببینم. بله ظاهرا. ظاهرا؟ ببینم یعنی تو هم بس باید بریم. میبینم که منو شناختی، به جا آوردی. نه نه آره یعنی میدونی، یعنی یه جوریه که مجبورم دیگه، یعنی آره یعنی میشناسمت، چون کابوسی دیگه چیکار کنم. نه مجبور نیستی، شما میتونی به کار خودت برسی، منم برم به کار خودم. نه صبر کن. من میام، فقط این لباسامو عوض کنم، این پیجامه خیلی خیفه، بعد میام خدمتت. وقت نداریم، بیا بریم. بیا ببینم جناب آقای روح، کجا میخوایم بریم؟ تو ادب نداری، نمیتونی بگی روح نوروز امسال؟ جناب آقای روح نوروز امسال، کجا میخوای منو ببری؟ خب بگو دیگه. قراره بریم اونجایی که باید بریم. من برای میگم دیگه بیجامه رو عوض بکنم، اینجوری آبرو تو میره و الا من اینجوری راحت هم اتفاقا. اونجایی که قراره منو تو بریم، این پیجامه برای اونا مثل کت و شلوار شیک میمونه، لاکچریه. بریم. صبر کن. من میگم از پنجره نه، این خونه در داره، اینجوری برای تو هم راحت. یا بریم با ای تو روی هرچی روه بابا نمیدونه. بابا آقای نوروز امسال اینجا دیگه کجاست؟ نوروزی کافیه، نمیخواد بگی نوروز امسال. تو این سرما کجا منو میخوای ببری؟ بیا میگه بیا. بیا واقعا که خنده داره، این فقرا که وضعشون خوبه، زیاد بدم نیست. به این میگی خوبه؟ بله که خوبه. جناب علی با این چرب زبونی میای از ما پول میگیری، ما رو میتیقی، میدی به اینا که جشن بگیرن، حال بکنن، ما کم حال میکنیم. اینا نیستن، یکی دیگه است. بیا. یکی دیگه است. وایسا.
شناختی؟ بله شناختم. تو سفره رو میبینی چرا خوب چیدن؟ بعدا تو به من میگی که من بهش حقوق کم میدم. حقوق کم سفرهش اینه؟ نگاه کن. تو نگاه کن. خدایا در این سال جدید برای لیلا خانوم عزیز و مرجان گلم آرزوی سلامتی میکنی. آمین. ایشالله فرهاد جون گلم هم خوب خوب بشه. نمیدونم خوب شم بازی کنم. به زودی پسرم، ایشالله تو سال جدید. ماما لیلا از شادی درگیری میکنه. آره عزیزم. آره ماما جون از خوشحالی درگیری. خدایا در این سال جدید برای اقوام و همسایه‌هامون و آقای فتحی هم آرزوی سلامتی میکنیم. نه خیر نه، لازم نکرده برای فتحی دعا کنیم. ای بابا خانوم، من چه زوی تری به تو فروختن اینکه داری صحبت میکنی؟ اصلا چرا از پیش فتحی نمیای بیرون بری دنبال یه کار دیگه؟ امسال اصلا این کارو میکنم. نه این اگه از مغازه من بری که من بیچاره میشم، مغازه رو کاکل این میچرخه. شما میگفتی 2 دقیقه کار میکنه این همه پول میگیره. به هر حال این با من قرارداد داری، نمیتونه بره. حالا بگی نامی جون من. آمین. ممنون. همینم که داریم از آقای فتحی داریم. اون وقت نداشته هامون رو هکی داریم؟ لابد از اون قرارداد ترکمنچایی که بسته. مقصر منم که نرفتم دنبال کار. بعد از عید میرم. نه نمیتونی بدی، تو قرارداد داری گفته. به هر حال اون قراردادم یه کاریش میکنم. اینقدی هم آدم بدی نیست. بابا تو بودو خواب کردی؟ ما اینی. آره تو اینی. آره بی خود شد که پشت میگی. آره بفرمایید. اینم سبزی پلو ماهی. من و فرهادم شریکی با هم میخوریم. عجب سبزی پلو ماهی. من با این قدرتم همچین سفره‌ای نمیتونم داشته باشم. میبینی؟ این سفره اشرافی میمونه. این ماهی نیست. تو با این پولی که داری بهترین ماهی رو میتونی بخری. خب میتونی یه ضرری یه ذره بیشتر بگیره. به من چه؟ این همه بدهکاری داره، قرض و قله داره. اون بیماری بچه‌اش میتونه ماهی بزرگتر بگیره؟ خب به من چه بدبخته؟ ببین تو چه وضعی هستی؟ خسل خوبی بریم بابا، حالا گرفته شد. کجا بریم؟ کجا بریم؟ یه بریم دیگه، اینجا واسه چی وایسادی؟ نه الان جای دیگه میبرمت که بیشتر حالت گرفته بشه. برو مادر دل تو بابا. ای بابا اصلا کجاست؟ چی کجاست؟ اینجا کجاست اصلا؟ تو دنبال چی میگردی؟ بابا بس دید این شب اینقدر حال منو گرفتی. بی کلاس، بی فرنگ. تو نمیخوای بس کنی؟ اینقدر لیچار بار من نکنی؟ شعار نده بابا. آره آره آدرس نوشتم دادم به تو. دست توه. چی دادی به من؟ آدرسو دیگه دادم به تو. بگو گمش کردم. آره گمش کردم. ولی تو که خوندی. بده به من. صبر کن ببینم. نکنه منو میخوای ببری خونه سهراب؟ آره. من اگه عمرن خونه اون شوم و بدقدم بیاد. نمیای؟ نه خیر نمیام. باشه. آها خواستم اینو بهت بگم، اینجا آخر دنیاست. ساعت 12 شب که میشه سگای ولگرد و وحشی میریزن توی کوچه دنبال گوشت میگردن، خودت میدونی. بابا بچه میترسونه. غلط کردم. میام بابا. چی بوده؟ بابا پام گیر کرده بود. بفرما خونه چینه؟ میخوایی بگی یک خونواده و مستأجر گستاخ و بیادبه؟ نه خیر، اتفاقا میخواستم بگم چه خونه تمیزی، چقدر وسایلا خوب با سلیقه چیده شده. زنش اینه؟ نه خیر اونه. بچه بیاین، اینم چایی تازه دم لاهی جان. اینم چایی که شد بانوی من. دست شما چه شیدانم؟ قبطه میخوری؟ خب برو بخر بخور. بابا پول ما کجا بود؟ بچه کسی به کیک دست نمیزنه تا سال تحویل شه. ای بچه آماده ای. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کندیدن. وای سهراب خانم ما شانه چه شانسی آوردی، عجب خانم کدوانی داری. چشمه حسین بود. او 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 چی زن با سلیقه و همچین مهربونی گرفتی. نه
دیگه اینا یه مش نویسنده به درد نخورن. از این حرفت خوشم اومد. حرف درست حسابی زدی. بابا زیادم نفهم نیستی ها میخواستم بهت بگم ها. چقدر بی‌ادب و بی‌نزاکتی. بله بله. بچه چایتو یخ نکنه. خب سارا جان چه خبر؟ چیکار میکنی؟ والا یه داستان دارم مینویسم برای بزرگسال. خوب. آفرین، پا تو کفش ما کردی؟ خانم کفش شما پاشنه بلنده، پای ما تو کفش شما نمیره. فکر کن من کفش پاشنه بلند بپوشم. من دوست دارم وقتی پامو میذارم تو خیابون قشنگ حس کنم زمینو. به نظر من از هر چی قصه و شعر و داستان و نوشتاری و ویرایش هست همشون پرت و پلا میگن. همش چرته به نظرم. البته تا داستان تو نخونیم نمیتونیم قضاوت کنیم. اینشالله سر فرصت میخونیم با هم دیگه راجع به شرف میزنیم. حتما. شور خانم میشه این کیک رو نس کنی بخوری؟ آره حتما. نه نمیشه ببخش. وا سارا این کیک باید بمونه. یه حکمتی هم داره. دارو هم نمیزنیم. اون وقت چه حکمتی؟ آه تازه فهمیدم چی میگی. خب گوش کن. حکمتش اینه که این کیک باید بمونه تا خاندایی عزیز من بیاد در حضور ایشون بریده بشه. متوجه شدی؟ علکی داره تعریفی منو میکنه. مطمئنی سرب دایید میاد؟ چی عروس خانم؟ کدو میخواد؟ حالا من شنیدم که دایی. درست شنیدی. دایی من بهترین دایی دنیاست. حالا میاد خودت میبینی متوجه میشی. میدونم ولی شنیدم که یکی حمید ایشون دایی منه. بزرگ منه. یادگار مادرمه. مطمئنی که اونم تو رو دوست داره یادگار خواهرش میمونی؟ خب البته از من یکم دلخوره ولی خب حقم داره. مادرم بهترین دوستش بود. سوای این خواهر برادر بودن و بچه‌ها میدونید چیه؟ آقای فتحی تنها کس و کار سهرابه. حالا بذارین از را برسه دوره هم بشینیم یه سبزی پلو ماهی بخوریم. بهتون قول میدم تا 13 به در همینجا بشینیم دوره هم گل میگیم و گل میشیم. به نظر من کیسه دوخته وسط داره مهمل میگه. اتفاقا مهملم نیست. چرا مهمله؟ چرا مهمله؟ ای بابا تو چه فرض کردی؟ فکر کردی من هیچی حالیم نیست؟ بابا ما هم یه چیزایی درک میکنیم. بیخ کنیسیم. خب آقا سهراب داستانتا نمیاری بخودی؟ داستانم می نیست. خب الان که وقت داستان نیست. خانم کتاب حافظه بده فال بگیری. آه یادمون رفت. فال چی نیاد میدونم؟ اول من گفتم. اول خانوم هم دیگه. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد. آن که یوسف به زر ناصره بفروخته. شعر رو دوست داری؟ متوجه میشی؟ تو عید سال آینده یاره؟ خب شوی قد بیریخی خیلی وحشتناک و ترسناک و افتضاحاً ترکی موقع منو بخوری؟ خواهش میکنم این کارو نکن. من بیگناه هم، من کاری نکردم. من آدم خوبی هستم. کمک مبارک آقای حاجی فیروز فریز وقال چی؟ چی کجا آخه بری؟ چشم بریم باشه بریم بریم بس منو نمیخوری؟ باشه میام. اجازه بده من اینا رو بذارم سر جاش. اینا امانت مال مردمه. گناه داره بذارم. بس بذار من لباسمو عوض کنم. اینجوری بده آخه برای شما بد میشه. چشم میرم باش. کجا بیرم؟ بیرم. هرچی شما بگی. من میگم تا در از چرا پنجره بریم. سختی. خب بریم. میرم چشم. زیادتر. ببخشید. Mm-hmm. Hey!
با این که آدم خوبی نبودا، ولی به هر حال آدم از اینجور مردن آدم ها ناراحت میشه. مهنده عجب چی مرده؟ زندگی همینه دیگه، همینه، میذاری و میری. کی مرده حالا؟ دیروز تو خونش. عجب حکایتی، ولی آدم خوبی نبود مهنده. این چی داره میگه؟ کدوم بدبختی یا داره تو بور میلرزونه؟ ای پسر با کی تو؟ نگو پسر. آدم بد، بده دیگه، قربونت برم. البته گفته باشم ها، من از اینجور مردن آدم خوشم نمیاد، خوشحال نمیشم. با اون همه ثروت چی شده؟ میبینی مانده؟ میبینی؟ ای جونم، خونه نیست که، کاخه. ولی چی؟ امانتدار وارث بود. همه رو گذاشت رفت. یه نفر نبود زیر این تابوتشو بگیره. خدا بیامرزه. میگن اگه یه نفر پیشش بود زنگ میزد اورژانس نمیمرد، ولی از بس خسیس بوده هیچ کی پیشش نبوده هیچ وقت. ولی حالا خوبه اون خانم خدمتکاره بوده، زنگ زده سریع متوجه شده این جنازش اونجاست، و یعنی بود تعفن این محله رو برمیداشت این منطقه افکو شب عیدی. یه کاری هم نکرده واسش یه فاتحه بخونید. آقا این بشر یه لبخند نمیزد، یه نیشخند نمیزد، صد بار به سلام میکردی جوابتو نمیداد. خب بیام بریم، بچه‌ها زنگ زدن یه برای سال تحویل میخوان پیشون باشه. باشه مهندس، باشه. آها عینت هم مبارک. مبارک پیشو عباسمون سر این ملک طرف برمونتم. خوش بگذره، سال خوبی داشته باشی مهندس. خدا بگذره، هلند خوش بگذره. سی یو. این پسره چقدر حرف میزد جوالق، اصلا به مرده هم رم نمی کنن. کی مرده بود بالاخره؟ با تو هم پرسیدم کی مرده بود؟ لالمونی گرفتی؟ اه؟ اون که مرده بیچاره رفته، من چهت بدبختم که گیر تو افتادم. مگه با تو نیستم وایسا دیگه؟ یه شورشو داره بردی، باز منو آوردی تو این خونه ای که سبزی پلو مایی خوردنی بهرام به من نشو بدی؟ انگار روی این کره زمین دیگه بدبختی وجود نداره. این چی اینجوری شده؟ سلام برجان، کجاست؟ این چرا اینجوریه؟ چرا سیاه پوشیده؟ دستش چی شده؟ تصادف کرده؟ با تو هم لالی؟ آره دیگه لالی دیگه. لیلا خانم، پرسیدم مرجان کجاست؟ مگه بر تو فرقی هم میکنه؟ رفته خونه شیرین. خونه شیرین؟ آره رفته پیش شیرین. ایرادی داره از این ماتم کرده که تو اربابت ساختین بزنه بیرون بره یه نفسی بکشه؟ منو داری میگه؟ مگه من کاری کردم؟ بشینه اینجا چی رو تماشا کنه؟ قیافه تو رو ببینه یا منو؟ یا بشینه تو این عید سیاه دق کنه بره پیش اون یکی؟ از بدهی و وام و نزول و بانک متنفرم، از اون فتی متنفرم، این شرنه که بمیره. ای بابا این زن چقدر شومه، خدا نکنه. خی چرا باید بچه ای من از ضعف بمیره؟ اگه از اون کار کوفتی اومده بودی بیرون، باید میدونی که چقدر دنبال کار بودم، چقدر این در اون در زدم نتونستم، اونم از قرارداد لعنتی. لعنت به اون فتی، پس چرا تو روش وای نایستادی؟ چرا حقت ازش نگرفتی بدبخت؟ من مقصرم، ببخشید، دیگه تمومش کنید، خواهش میکنم، دلم به درد اومد. من حق شما رو خوردم مرام جون، من جبران میکنم، باور بکنین جبران میکنم. من باعث شدم این بچه از بین بره. نیکنم دشمن میکشیم، بچه رو نمیکشیم. من به شما ظلم شدم، من حق شما رو ندادم، من جبران میکنم مرام جون، من جبران میکنم، من یه آدم گناهکار هستم، آدم کثیفی هستم، باید برم ببینم. من باعث مرگ این بچه بیگناه شدم، من شدم، ولی این بهرام هم مقصره. حتی یه بار از من خواهش نکرد، یک بار. Ay, jigaram tu.
تو سر تازه مرده بود. ای خدا این چه مردنیه خدایا، نمیشد زنده بمونه دستمزد منو بده بعدن گور به گور بشه. واقعا اون یخچال رو برمی داشتی می آوردی؟ دیوونه شدی دخترا، یخچال به اون گندگی رو تنهایی چجوری بیارم؟ چی میدونم، به درد جدیه من میخور که تو مادرتو نشناختی، همچی دستخالی هم نیومده. یه چیزایی با خودم آوردم، آتش خالا، ولی خب قشنگه، با مزه است. نمیدونم چیه که این فتی گیر داده بود همش دوره برای اینا میچرخه. یه کیف میکرد پیش از اینا نگاه میکرد، خیلی خوشش میومدن. اینا رو هم برات آوردم ببین. این مال منه، پیزن بدکسی مال منه، این دزدیه مال فرشاد، این مال منه. راست میگی؟ آره، کلید داری؟ بریم خونش بازم برداریم؟ خاک تو سرم. چرا؟ چند روز پیشا یه پسر منو تو کوچه دید، گو اکرم خانم شمایی، گفتم بله. گو اکرم خانم باشو برو، هر وقت اتفاقی واسه فتی افتاد کاری بود به من خبر بده، دایی منه، منم بهش زنگ زدم. آه اشکال نداره، پاشو بریم حالا یه سر و گوش یاد میدیم، برمیداریم یه چند تا دیگه میاریم، الان که کسی نیست. بودا بچمون رو نسوزه، بودا بودا پاشو سر و گوش رو بریم. اینا به دودیه، اینا رو از خونه من برداشت. ساکر مردم میارم، گنده هر بیار. این قبر منه، من اینجا میخوام دفن بشم. نه من بدون مراسم و گریه، نه من نمیخوام اینجوری ببینم، من نمیخوام اینجوری ببینم. دامن عین فریدون فقط چیم باید از آب بگیرم، دوم خرید خواهش میکنم، نمیخوام اینجوری ببینم، من نمیخوام ببینم. سلام آقا. سلام اکرم خانوم، صبح علی بخیر. چایی میخوایم براتون بیارم؟ بخیر. میگم که با هم کار داشتین زنگ زدین، همون کارایی که گفته بودین دیروز انجام دادم، همه جا رو تمیز کردم، جارو زدم، غذایی که گفته بودین رو پختم، تازه از همه مهمتر در بستم رفتم. بس من مرض داشتم، اول صبحی گفتم بیای پیش من، حتما کار واجبی باید دارم. خیره. حتما خیره. حقوق چند ماه بده کارم؟ قابل شما رو نداره،
16 ماه، یعنی میکنه به عبارت تقریبا میتونم بگم که چیه؟ کمه؟ خیلیه. پس اینم بگیر کنه زدیگی تو درست کن. کافیه؟ بیا بیا برای جهزی دخترت. خیلیه. پس اون پوله که دیروز به هم دادین دم پلا چی؟ اون که اصلا قابلی نداشت. خدا روحتو شاد کنه فتی. بله؟ عرض کردم که ایشالله هرچی خدا میخوای بهت بده. ایشالله تن و بدنت سالم باشه. ایشالله دست به خاک میزنی طلا بشه. ایشالله هرچی میخوای برات. ایشالله ایشالله هم از این لحظه دیگه از این خونه اخراجی. ایوا چرا؟ چون دلم میخواد. وا لاله بجونه تو. آخه برای چی؟ چیزای خونه هم به هم بده دیگه، لازمشو نداری لطفاً. گور به گور شدم خودتی. بله؟ گفتم گور به گور شدم خودتی. بیرون. شما بعداً عصبانی. لطفاً بیرون. آقا آخه کی؟ گفتم بیرون. بفرمایید خانوم. بیرون. خدافظ. اون درم پای سرت محکم ببند. ببینم بچه جون، پس اون توپ مال تو بود؟ بله. بدن عتل متل توتوله، فتی قد کوتوله. آره؟ آخه شما زدین توپ ما رو پاره کردین. خب شما هم زدی شیشه خونم رو شکوندید، با توپ زدی تو سرم، اولی صبحی مزاحم من شدید. ببینم راستی بچه ها شما چرا تو این کوچه بازی میکنید؟ چرا نمیرید تو سالن ورزشی؟ آقا این سالن ورزشی هم گرونن، ما نمیتونیم بریم توشون. باشه اگه به من قول بدید که دیگه از اون شعرها نمیخونین، من برای شما یه سال سالن ورزشی اجاره میکنم. هورا! خدا حافظ بچه. خدا حافظ. آقای مهندس مگه نمیبینی من دارم رد میشم؟ چرا ترمز نمیکنی؟ من ترمز کردم دیگه، نگاه زدی ماشین داغون شد. سلام کردنم که یادت رفته. سلام؟ مگه شما جواب سلام آدم هم میدی؟ من جواب نمیدم، امتحان کن ببینم. سلام آقای فتی. سلام آقای مهندس، حال شما خوبه؟ متشکرم. چیزی که نشده اجازه میدید من برم؟ چی چیزی نشده؟ دور تا دور ماشین رنگ میخواد. مرد حسابی من نزدیک بزنم به جلو، تو دور تا دور ماشین رو داری به من نشون میدی؟ چیه مهندس؟ کاری کاسبی نیست؟ پروژه خوابیده؟ کار که نیست که، شب عید همه خوابیدن. من هم همینجوری میام بیکار نباشم الکی. خب به سلامتی. حالا اجازه میدید برم یه وایس این پلیس بیاد؟ نه 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 خواهش میکنم. بفرم. آها راستی آقای مهندس. میخواستم بگم اینقدر پشت مردم غیبت نکن، تهمت و افترا نزن. خیر سرت مهندسی، آدم باش. سال نوت هم مبارک.
سلام آقای نوروزی. بله بخم. من فتی هستم، برای امر خیر مزاحم شدم. ببخشید آقای فتی، من کار دارم، باید برم. پیش از اون شما دوباره نطق قبرایی در باب مالیات و فقیر و فقرا رو ایراد کنید. آقای نوروزی شما حق دارید، من درست صحبت نکردم، من از شما معذرت میخوام، امیدوارم که بتونم جبران بخورم. شمالتون خوبه؟ بله بله متشکرم. شما چطوری؟ خوب هستی؟ درست شد؟ یعنی ضربه چیزی به سرتون نخورده؟ نخیر نخیر، خوب خوبم. جناب آقای نوروزی، میخواستم از شما خواهش بکنم اگر کاری نداری یه نکو پا بیا این مغازه، کار واجبی با شما دارم. نه باورم نمیشه، قبول نمیتونم بکنم. آقای نوروزی شما عادت به دادن فرصت تازه ندارید، منم آدم هم بخیر. آخه این مبلغ خیلی زیاده، شما با قبول این چک بار من سبک میکنید، خواهش میکنم. تو نگاهتون یه جورای صداقت میبینم. باشه مشکرم، خوشحال شدم. سلام آقایت. سلام آقا. سلام آقا. آقا خدمت کردیم. خوشحال شدیم آقا. محبت کردی آقا، ممنون. ماهی تازه؟ بله آقا، من امروز دارم باشم. یه ماهی درشت میتونی من بگیم؟ بله آقا. ایوب جان، بیا میرم آقا. جان. ماری کاسه این چطوره؟ الحمدلله آقا شد. اون ماهی آجور دیاده باشه آقا. ای بچه. آقای خدمت آقا، خوشحال شدیم. خوشحال دارم، خیلی ممنون. بوستا؟ آره آره به همون قشنگ آجودیش کن، راضی هسته؟ تموم شد. نه آقا تموم شد. رسته درد درد جغل شد آقا، قابل نه آقا جون. باربونت برم 150 تومن آقا جون. بیا این 250 هم بده ایدی. ایوب جان زحمتی بکش، این آدرس رو بگی جان. چشم برامو که میشه. بله شما برای من کار میکنی؟ آره امروز دمت ماهی انقلی هم برای تو وقتیه. آره اینو ببر بده بهش، بعد نفهمه از طرف من. نه خیالت راحت، خیلی غرور داره. نه اصلا نرمه، ماهی شب سر صفره ایدشون داره. دست دارم آید جلو که خدا هم داره مرکز دیگه کمک کنده. خیلی ممنون، دست دارم. خیلی خوش بمایید، خیلی خوش بمایید، محبت هم کرده. بیا ماهی، ماهی، ماهی شما. چرا نمیخوام؟ بفرمایید، خوش اومدی دایی. وسی فدات بشم.
من خوش اومدین. بفرمایید. مهمون داری؟ بفرمایید. بله دوستامونه. بفرمایید. چیکار می‌کنی؟ مشغولم. دایی خوبی؟ خوش اومدین. سلام دایی. خیلی خوش اومدین. من شهرام. عروستون؟ بله. واقعا اومد. واقعا به سهراب جون تبریک میگم که همچین همسری رو انتخاب کرده. حقیقتش این کفش برای من خیلی ارزشمنده. برای مادر سهراب گرفتم ولی متأسفانه دیر شد. دوست دارم اینو از من بپذیری. ولی دایی دست. البته کاری عروسی دونه بعد. ممنون دایی اونجا نگاه کنی. بله 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 بله. بله متشکرم. بفرمایید. خیلی خوشم اومد. سلام عرض کردم. سلام. بچه‌ها دایی جایی بچه‌ها. سال نو مبارک. سال نو مبارک. سلام خوشم اومد. ببخشید مزاحم شدم. چشمون گذاشتیم. بفرمایید. بهرام جیز قاله شد بس دیگه. یواش یواش. به به عجب ماهی شده. خب بفرمایید. بفرمایید. دست درم. اینم اینو این دست به دست کنید. بفرمایید. 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 خب وای چه ماهی. تعارف نکنید دیگه. بفرمایید. کبرا خانم بفرمایید. بفرمایید. بیبا بابا بشینه. بودوی بودوی بودوی. سلام ای فتی. سلام برام جان. ببخشید دیر شد. اتفاقا به موقع اومدی. بیا. بیا که بیا بشین برام جان. بشین برام جان. اینجا ما؟ آره اینجا. بشین. بیا خودکارم بگی. هرچی میگم همه رو خانه بنویس. از این به بعد حقوق 4 برابر میشه. بعد از تعطیلات هم میری خودتو بیمه میکنی. اینم سویج ماشین سرمه ای است. میری از تو حیات خونم برمیداری، زن و بچه تو برمیداری، میری 4-5 روز عید و گردش. بعد گردشم که برگشتی اساسای خونت رو جمع میکنی میای خونه من. یکی از واحدامو میخوام بدم به تو، چون دیگه نمیخوام تنها بشم. از همه مهمتر فرهاد پسرته. هر چه سریعتر ببرش بیمارستان که تحت نظر پزشک قرار بگیره. امیدوارم فرهاد هر چی زودتر خوب بشه و آرزوم اینه که به من بگه با بزرگ. الان بلند شو من یه ماچ کن و سال نو رو تبریک بگم. تعجب نکن. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. چی کار داری میکنی بابا؟ یه سال دیر نمیام.